بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت همه ایام مخصوصا در این ماه مبارک رمضان به همه شما عنایت کند. اظهار ارادت کنید خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات و صلوات محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. بحث دیروز راجع به صفت بخل بود، این صفت رذیله ای که خیلی خطرناکه، حتی دین انسان را هم میبره، عزت و شخصیت انسان را هم ضربه میزنه، در آخرت هم او را رسوا می کنه. یه مقداری درباره این صفت رذیله صحبت کردم و معناشم گفتم بخل یعنی دارد و در راه خدا مصرف نمی کنه، یعنی می تواند رسیدگی کند به دیگران و نمی کند، فرقم نمی کند مال باشد یا چیز دیگری. که دیروز می گفتم اگر کسی بتواند گرعی از کار مسلمان بکشاید نگشاید خیلی گناه دارد و این بخیله. بحث امروزمون راجع به ضد بخل است، فضیلت سخاوندی که یک مسلمان اونه که سخاوت داشته باشه و معنای سخاوت هم یعنی اون چه میتواند در فراخور حالش است خدمت کند به خلق خدا. به قول قرآن محسن باشد، نیکوکار، در مال باشد، در گره باز کردن از کار مردم باشد، در برآوردن حاجات از دیگران باشد و هرچه نیکوکار باشد. به قول قرآن از اون چه دارد انفاق در راه خدا بکند، منفق باشد. این صفت در هر حالی واش بدارد که گره گشا باشه، دل خوشکن باشه،
چه خودش در مضیقه باشد یا نباشد. قرآن علامت متقی را می‌فرماید که اون متقی که بهش می‌رود اینه: الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در هر حالی نیکوکار است. اون حالت، اون صفت باش می‌دارد به دیگران خوبی بکنم. که در آیه دیگر به جای این می‌فرماید لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، هر کسی به اندازه وسعش، اون که خیلی میتواند خیلی، اون که کم میتواند کم، و اون که اصلا نمیتواند بازم دلش بتپد برای دیگران. با دعا راز و نیاز با خدا به فکر دیگران باشد. قرآن ای رو میخواهد، جدا میخواهد. بیش از 30 جام این کلمه محسن در قرآن آمده، بیش از 30 جام این کلمه انفاق در قرآن آمده، و اگر بخواهیم انفاق و محسن را معنا کنیم، یعنی سخاوتمند، یعنی اون کسی که سخاوت دارد و به طور ناخودآگاه به فکر مردم است. معمولا انسان ها به طور ناخودآگاه به فکر زن و بچه خود هستند به جا، اما به همون اندازه لااقل یک ده به اون اندازه باید به فکر دیگران هم باشیم. به این میگویند سخاوتمند. و الا دیروز فهمیدیم اگه این نباشه بخیله، و اگر بخل اومد خطرناکه. بعض اوقات با دین انسان بازی میکنه. این سخاوتمند باید، اگر کسی میخواهد سخاوتمند بشه، راهش همینه، باید به هر اندازه میتواند کمک کند به خلق خدا. حالا ولو این که دست کور را بگیرد از این طرف خیابون به اون طرف خیابون، که بینوایی را که باری بر دوشش خسته شده اون بار رو بگیرد ببرد تا خانه اش. نمیتواند دعا بکنه. یکی از وظایف سنگین ما که معمولا الان هم جاش خالیست اینه: اتومبیل، ترافیک در خیابونها فراوانه، اما این که اون کسی که احتیاج داره سوارش کنن، این خیلی کمه. همه شما که اینجا نشستید معمولا اتومبیل دارید، تنها هم هستید یا یک نفر سرنشین دارید، می توانید یه دو نفر رو سوار بکنید، وامونده ها را، کنار خیابون نشسته ها را می توانید سوار کنید نکنید. و خیلی سخاوتمند کیه؟ اون که این ماشینش هم برای خودش باشد، هم برای زن و بچهش باشد، هم برای دیگران. یه روایت کمرشکنی در روایات ما آمده، و اون روایت اینه که راوی میگه آقا امام صادق سلام الله علیه در منا منبر رفته بودن، نصیحت میکردن، موعظه میکردن. در وسط منبر فرمودن او شیعان ما، اینقدر دل ما رو خون نکنید. او شیعان ما، اینقدر
دل پیغمبر اکرم را خون نکنی، اینقدر ما را آزرده خاطر نکنی. یک کسی از وسط منبر پا شد، یا ابن رسول الله ما شیعه هستیم، ما دوست شما هستیم، کجا دل شما را خون کردیم؟ کجا پیغمبر اکرم را آزرده خاطر کردیم؟ دو سه تا از این حرفا امام صادق مجبور شدن فرمودن تو دو سه روز قبل می آمدی منا، یه درمانده ای یه پیر مردی وامونده بود، به تو گفت مرا پشت سر خود سوار بکن، تو می توانستی سوار کنی نکردی و با بی اعتنائی گذشتی، دل ما را خون کردی، پیغمبر اکرم را آزرده خاطر کردی. این کلمه سخاوت را می خواهم، جدن می خواهم که ما هر چه داریم هم برای خود هم برای دیگران مشکله، اما یک دستوره، مشکله، اما به قول سعدی اگه انسانیت همینه، بنی آدم اعضای یک دیگرن. چه خوش گفته از خدا رحمتش کنه، از هزار روایت از بیش از صد آیه این شعر رو گرفته، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از غم دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. و در هزار روایت نشاید که نامت نهند مسلمان، مسلمان سخاوتمنده. سخاوتمند یعنی چه؟ یعنی همین جور که به فکر خود و زن و بچه‌شه باید به فکر دیگران هم باشد، خیش باشد یا بیگانه، همسایه باشد یا غیر همسایه. این روایت از پیغمبر اکرم سنی شیعه نقل کرده، پشتوانش بیش از هزار روایته که پیغمبر اکرم رو منبر می‌فرمودن من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. اگه کسی همیشه به فکر دیگران نباشد این مسلمان نیست. مسلمان اینه همینطور که به فکر خود و زن و بچه‌شه به فکر دیگران باشد، هر که به اندازه وسعش، هر که به اندازه قدرتش، حتی اون فقیری که نان شبم نداره و گوشه‌گیره، گره از کار کسی نمیتونه بکشاید، میتواند به فکر دیگران باشد با دعا، راز نیاز با خدا. و وقتی ببینه گره از کار کسی باز شد شکر بکنه و از خدا بخواد خدا یا نمیتونم تو لطف کن من هم بتونم خدمت بکنم به خلق خدا. گفتم بیش از 30 مرتبه این کلمه سخاوت در قرآن اومده، اما به نام محسن. سخاوت معمولا راجع به ماله، اما قرآن میگه نه فقط راجع به مال، راجع به همه چی باید سخاوتمند باشی. وقتی ارباب رجوع وارد میشه سرتو پایین انداز، بی محلی نکن، سلام داغ بش بکن، تعارف حسابی باش بکن، گرهشو فوراً باز کن، اگه دستتو نیست برو در اتاقهای دیگه گرهشو باز کن، با یه خوشرویی شکر بکن اول خدا را، بعدم با این آقا خداحافظی کن. قرآن به این میگوید محسن. لذا برای این که یه دفعه اشتباه نشه این که فقط مخصوص به ماله،
نه، مخصوص به همه چی. و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه داره. و اداری های ما الان کمکاری دارن، بدکاری دارن، بیکاری دارن، ما فساد اداری داریم. باید نباشه، باید همشون سخاوتمند باشه، محسن باشه. ان الله يحب المحسنين، معناش هم اینه که مفهومش اگر محسن نباشی خدا تو رو دوست نداره. خدا غضب میکند به کسی که محسن نباشه، فقط به فکر خود و زن و بچش باشه. یه روایتی براتون بخونم ببینی سخاوتمند خدمت کردن به دیگران چقدر خدا و پیغمبر ائمه طاهرین را خوشنود میکنه. یه کسی میگوید گره ای داشتم به دست آستاندار اهواز باز میشو، و این شیعه بود. میگه اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفتم آقا این آستاندار اهواز شیعه است، مرید شما، من گره ای دارم به دست این باز میشه، شما بنویسید این گره مرا باز کنه. آقا امام صادق ننوشتن گرهشو باز کن، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم من سر اخاه سر الله و هازا اخوه. هر کسی یه مسلمان را خوشنود کنه خدا را خوشحال کرده است، و این شیعه است. گرهشو باز کن، ننوشتن گرهشو باز کن، گفتن این شیعه. میگه این نامه به این کوچک را آوردم آستانداری. وقتی که اسمش نجاشی بوده، وقتی که نجاشی دید نامه امام صادقه پاشد ایستاد، نامه را گذاشت روی سرش، تعظیم کرد، نشست، گفت چیکار داری؟ گفتم ورشکسته شدم، از من مالیات میخوان، نمیتوانم بدم. دستور داد که دفتر مالیات رو آوردن، اسم مرا پیدا کردن، از مال خودش مالیات مرا داد. و گفت خوشحال شدی؟ گفتم آره. در وقت رفتن اسب خودش رو و دوشکی که روی اون نشسته بود روی اسب انداخت، مرا سوارم کرد. گفت خوشحال شدی؟ گفتم آری. یه پول فراوانی هم به من داد، از مال خودش نه از بیت المال. گفت خوشحال شدی؟ گفتم آری. قضیه تمام شد تا آمدم خدمت امام صادق. برای امام صادق قضیه را نقل می کردم که این آقا این طوری سخاوت کرد، این طوری احسان کرد، این طوری انفاق کرد. هر چه به امام صادق می گفتم، امام صادق برافروخته می شدن، تبسم می کردن، خوشحال می شدن. حرفم که تمام شد به امام صادق گفتم یا ابن رسول الله، مثل این که خوشحال شدی. فرمودن هر کسی کسی را خوشحال کنه، احسان کنه، انفاق کنه، گره از کار او بکشاید، اول خدا را خوشحال کرده، دوم پیغمبر اکرم را خوشحال کرده، در مرتبه سوم ما ائمه را خوشحال کرده، در مرتبه چهارم دل اون آقا را به دست آورده، خوشحال کرده. این یک وظیفه است. اگر خوشحال کنیم امام زمان رو خوشحال کردیم، و خوشا به حال اون کسی که آقا امام زمان از دست او راضی باشه.
اگر نیکویی کنیم امام زمان را خوشحال کردیم. خوشا به حال اون کسی که هر روز امام زمان از دست او خوشحال باشه. خدا را خوشحال کردیم. معلومه کسی که خدا از دست او خوشحال باشد کمکش میکنه، دیگه در بنبست ها گرش و باز میکنه. کسی که خدا از دست او راضی باشد عاقبت به خیر میشه. و من از همه تون تقاضا دارم تا میتوانید محسن باشید. چیزی که باید در اینجا عرض کنم و یه روایت هم براتون بخونم اینه که انسان گاهی راجع به زن و بچه سخاوتمنده، که دیروز صحبت کردم باید بخیل نباشه. گاهی به اجتماعش کمک میکنه، رسیدگی میکنه. و بالاخره یه آدم سخاوتمندی گره گشا در میان مردمه، اما به خود بدبختش هیچ فکر نمی کند. مثل آدم بخیلی که پول جمع می کند خود نمی خورد، این هم سخاوتمند راجع به زن و بچه، راجع به دیگران، اما راجع به خودش بدبخته. یعنی خمس نمیده، حقوق واجبش رو نمیده، در کارهاش از نظر اقتصادی نه دیگران را گول میزند، و بالاخره خود باید نجات از آتش جهنم پیدا کند، نمی کند. راجع به خودش بخیله. در روایات میخوانی بخیل ترین افراد همینه که راجع به خودش بخیله، راجع به خودش جهنمی، اما راجع به دیگران سخاوتمنده. انسان باید همین جور که راجع به مردم گذشت و عیسی رو فداکاری دارد، باید راجع به خودشم اونجا که جای ایثار و گذشت و فداکاریست، ایثار گذشت فداکاری داشته باشم. یه روایت براتون بخونم، مثل این روایت یعنی مصداقش بسیار کمه، اما لااقل باید شباهت به اینجور اشخاص داشته باشیم. ابی بصیر یکی از طلبه های خوب امام باقر و امام صادقه. خیلی امام باقر امام صادق روش حساب میکنن. این میگه من یه آدمی که در دستگاه بنی امیه بود و مظالم داشت، این را آوردم خدمت امام صادق، میخواست توبه بکنه. در زمینی که داشت حرف میزد، من چه کردم چه بودم، امام صادق یه جمله فرمودن. فرمودن اگه بنی امیه شماها اطرافشون را نگرفته بودید، نمیتوانستن حق ما را قصد کنن. اگه شماها اطراف بنی العباس رو نگرفته بودید، نمی توانستن حق ما را قصد کنند. اون آقا هم سر به زیر خجالت زده آری گفت. بعد حرفش تمام شد. اینجا مرادمه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن این اموال تو همش حرامه، از ظلمه، از ظالمه. اگه میخواهی من شفاعت تو بکنم، باید همه اموال تو بدی در راه خدا، مال تو نیست. یعنی یه فکری کرد، سخت است، مشکل است، اما عقلش، وجدان اخلاقیش، فطرتش آمده توبه بکنه،
دید توبش متوقف بر ایثار و گذشت و فداکاری راجع به خودش، گفت یبن رسول الله میکنه. ابی بصیر میگه آمدیم با این کوفه، چند روزی طول نکشید، یه وقت فرستاد دنبال من، یه آدم با شخصیت، یه آدم متمول در کوفه فرستاد دنبال من. رفتم دیدم که پشت در ایستاده برهنه و عریان، گفت هر چه داشتم دادم، این لباسمم دادم، من ازت تقاضا دارم یه لباسی بیار من بپوشم. میگه آمدم خانه یه لباس برش بردم پوشید و چند روزی طول نکشید. معلومه اینجور آدم ها دق میکنن دیگه، از زمانه دق میکنن. میگه دخترش اومد دنبال من، گفت پدرم دم مرگه. رفتم دیدم دم مرگه، چشمه ها فرو بسته شده، اما یه دفعه چشمه رو باز کرد، گفت ابی بصیر امام صادق به عهدش وفا کرد. برای اینکه امام صادق فرموده بودن اگر اون چه میگم بشنوی، دم مرگ به فریادت میرسم و تو را پیش خودم میبرم، بهشتیت میکنم. خب ابی بصیر امام صادق به عهدش وفا کرد. این گذشت و ایثار و فداکاری راجع به خودش، این بالاترین سخاوته. از همین جهت هم اول باید به فکر خود باشد. یه دفعه از علیاذ بالله از راه حرام، از راه حلال و خمس نده، از راه حلال و به دیگران رسیدگی نکردن و بالاخره به فکر خود نباشد تا دم مرگ. در روایات می خوانیم دم مرگ دو سه چیز مجسم می شه. اول مال مجسم می شه. این آقا به مالش میگه چه مقدار با منی؟ میگه هیچی. بمیری مال تو منتقل می شود به ورثه. ضرورت یک کفن، در روایت داره خود منی کفنن. اولاد مجسم میشه و چقدر با منی؟ هیچ کار نمیتونم برات بکنم، فقط میتوانم ختمی برات بگیرم، فقط میتوانم گاهی برات خیرات و ممرات بدم، اما تو رو نجات بدم نمیتوانم. بعد عمل مجسم شده، به عمل میگوید چقدر با منی؟ میگوید همیشه با تو هستم، خوب با تو هستم، بد با تو هستم، در قبر با تو هستم، در عالم برزخ با تو هستم و بالاخره در روز قیامت با تو هستم. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محترا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. خدا به بنده هاش خیلی مهربانه، زنگ خطر می زند روی تجسم عمل. لذا ما باید اولا سخاوتمند باشیم. این کلمه سخا، این کلمه ایثار، گذشت، فداکاری، کلمه فوق العاده مقدسه. این باید برای ما یک حالت باشد، نه اینکه علیاذ بالله مثلا خمس بده به زور، برای اینکه اگه خمس نده جهنم رفت. به دیگران گذشت ایثار و فداکاری داشته باشد، برای اینکه میبینه اگه بده مالش زیاد میشه، اگه نده مالش کم میشه، جهنم میره. اینجوری نه، باید حالت باشد، وصف باشد. مثل چشم ما راجع به اعضای ما،
این چشم ما خدمت به ما می کند، خدمت به تمام اعضا می کند، دست ما خدمت به همه اعضا می کند، پای ما خدمت به همه اعضا می کند، اما به فکر این نیست که من خدمت کنم کاسه جایی رود قدح براید. نه، برای اینکه بنی آدم اعضای یک دیگرند. ماها اگه مسلمانیم باید اینجور باشه، بخل نباشه، این صفت رذیله رو ریشه‌کن کنیم، به جای اون صفت رذیله سخا و بخشش احسان را جایگزین او کنیم، به طور ناخودآگاه خدمت به خلق خدا برای ما یک امر عادی، باید روش کار کرد. اینو میخوان، جدا میخوان، اگه نداشته باشیم ناقصیم. کسی که بخیله ناقصه، این مطروده، هم پیش خدا مطروده، هی مرتب خدا میگه ای بنده از کرم و فضلم بهت دادم، بنابراین یه مقدارشم به دیگران بده. از من آتاهم الله من فضلهی، اون چه بهت دادم یه مقدارشم به دیگران بده. با این فکرها فکر بکند اگه من سخاوتمند نباشم در روز قیامت گیرم، این مال برای من وزر و ببال می شود. حتی اگر من کوشا نباشم در سخاوتم، زن و بچه من در روز قیامت از من شکایت میکنن، هی تلقین کنه، بعد از تلقین هم کار کنه تا میتواند اقلن شبان روز دو سه مرتبه خدمت به خلق خدا بکنه، تا کم کم این به طور ناخودآگاه یه ملکه برای او بشه. فضیلت بحث دیروز امروز این شد، باید درخت رزالت را یعنی بخل را از دل بکنیم، درخت فضیلت را یعنی احسان، انفاق، دیگرگرایی را در درون خود قرص کنیم، بکاریم، هی مواظب باشیم با احسانمون، این را یه درخت تنومند کنیم، شجره طیبه قرآن کنیم، از میوه او هم دیگران هم خودمون استفاده بکنیم، اما بالاتر از این، از این شجره طیبه خدا را، پیغمبر اکرم را، ائمه طاهرین علیهم السلام را راضی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.